با سلام به دوستای خوبم، این دومین ویدیو از سری مجموعه های هزینه های زندگی در کاناداست که میسازم. امروز در مورد استان آلبرتا علل خصوص شهر کلگری صحبت میکنیم. یادتون باشه قبل از اینکه ویدیو رو تا آخر تماشا کنید حتما کانال من رو سابسکرایب کنید، کامنت بذارید، لایکش کنید، به دوستاتون معرفی کنید تا من هم دلگرم بشم و براتون ویدیوهای بهتر و بیشتری بسازم که اطلاعاتتون وقتی که میایید اینجا کامل باشه و اشتباهاتی رو که ما کردیم شما ها نکنید. گفتم تو این ویدیو در مورد استان آلبرتا حرف میزنم. کانادا همونطور که قبلا هم براتون اشاره کردم یه کشور فدرالیه، از استانهای مختلف تشکیل شده. هر استان قوانین تقریبا تو بعضی حوزه ها قوانینش مختص به خودشه و هر پروونس هم یا هر استان هم واسه خودش پرچم خاص خودش رو داره. این هم پرچم استان آلبرتا هستش. آلبرتا یکی از قشنگترین و زیباترین جاهای عالمه به نظر من. بسیار طبیعت قشنگ، دست نخورده، منحصر به فرد و خیلی هم راحت و در دسترس و راحت میتونید کم هزینه برید، بگردید، هایکینگ کنید و از زیبایی هاش لذت ببرید. پر از دریاچه، پر از لیک، قایق سواری، ورزش‌های آبی تو این استان بسیار پرطرفداره. این عکسایی هم که میبینید عکسایی هستش که طبیعت آلبرتا هستش. بیشتر خارج از شهر که میشید سریع با این طبیعت روبرو میشید. مثلا شما اگه تو کلگری باشید با یک ساعت درایو به بنف و شهرهای زیبایی مثل دریاچه های زیبایی مثل لیک لوئیس و جاهای مختلف میرید، دریاچه های متعددی رو میتونید ببینید. این واقعا حتی زیباییش در عکس نمی گنجه، حتی تو خود شهرها هم خیلی جاهای قشنگ، پارک های بسیار زیبایی وجود داره. باز هم میگم خیلی 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 قشنگه. بنف، شهر بنف، زیبایی های بنف، نشنال پارک بنف که در دنیا مطرحه، حتی خانواده سلطنتی بریتانیا هم خیلی میان اونجا. در شاید با یک ساعت درایو از کلگری میتونید راحت برید اونجا رو ببینید. واقعا دوباره میگم بی نظیره این پوشش گیاهی آلبرتا هستش. و اینکه خب امیدوارم اونهایی که دارن ویدیو رو میبینن و سابسکرایب نکردن این کار رو انجام بدن. حالا میخوایم در مورد هزینه های زندگی در استان آلبرتا و همونطور که گفتم خصوصا شهر کلگری و ادمنتون صحبت کنیم. پایتخت آلبرتا البته ادمنتون هست ولی کلگری هم از شهرهای بسیار مهمش هست. اصلا اگر ما یک کاپل رو یعنی یک خانم و آقا رو در نظر بگیریم هزینه های زندگیشون ماهیانه شکل شبیه این خواهد داشت. 1699 تا که برای هاوزینگ که ممکنه شامل یوتیلیتی باشه یا نباشه. خب به طب شما میدونید که یعنی کاملا منطقه که اگه یه خونه یا مثلا خیلی مادرن بخواید و فرنیش بخواید مطمئنا هزینه هاتون از این ممکنه بیشتر بشه. چون اینها یه کاپل هستن بچه ندارن پس هزینه چالکر ندارن. هزینه ترانسپورتیشنشون 218 دلاره، یعنی حتی بخواین که شما بلیت ماهیانه مترو اتوبوس بگیرید نفری 100 دلار واسه هر ادالت هستش و واسه اگر ماشین بگیرید بالاخره هزینه های بیمشه، تعمیراتشه و بنزینشه و حتی ممکن اگه ماشین بخواید بخرید 218 دلار مطمئنا به نظر من بیشتر میشه. هزینه های فود هم 754 تاست. حالا فود رو ممکنه مثلا بعضیا خب ممکنه بتونن یه مقدار صرفه جویی کنن تا 500 دلار 400 دلار بیارن، اینکه بتونن برنامه ریزی کنن. چون همونطور که تو ویدیوهای قبلی من گفتم مثلا تو ویدیو والمارت گفتم اینجا فروشگاه ها به صورت هفتگی فلایر میزنن، شما میتونید تو فلایراش خرید کنید و مثلا تا 30% 40% میتونید قشنگ هزینه هاتون رو پایین بیارید. حالا اگر فرض کنید همین فامیلی تو کلگری با دو تا بچه، یعنی ببخشید یعنی یه فامیلی 4 نفره، ببینید هزینه های هاوزینگ حالا میشه 2546. قسمت عمده هزینه اصلا هاوزینگه. 1508 تا فود،
دوباره ترانسپورتیشن 365 تا و هزینه چایلد کر. چایلد کر اینجا یعنی چی؟ ببینید مثلا شما فرض کنید بعد از اینکه بچه‌تون یک سال میشه میخواد بیت سر کار. خب بچه که نمیتونه خونه بمونه، باید پیش یه نفری بمونه. شما مطمئنه اگه اینجا فامیلی، پدری، مادری، کسی داشته باشید که بتونه بچه‌تون مراقبت کنه که چه بهتر. ولی اگه نداشته باشید همچین امکاناتی رو، بالاخره بچه رو باید پیش یه کسی بذارید. معمولا هزینه های چادکر اینجا گرونه. یا مثلا شما فرض کنید از ساعت 7 میخواید برید سر کار، یعنی برید از خونه بیرون، راه بیفتید که ساعت 8 برید سر کار تا ساعت 5 و بچه شما از ساعت 9 تا 3 مدرسه میره. قبل و بعد مدرسه یه 2-3 ساعت وقته که بچه بالاخره نمیتونه روی زمین بمونه، حتی بچه ای که مثلا 10 سالشه. اینجا هم غیر قانونی هستش که بچه 10 ساله تنها بمونه. به خاطر همین شما باید بچه رو after school یا before school بذارید که اینا هزینه داره و از مدرسه جدا هستش و این هزینهش هم کم نیستش. بهش میگن after school and before school. حالا بعضی ها ممکنه مثلا ساعت کارشون دیرتر شروع بشه، فقط مجبور بشن افتر سکول بزنن یا مثلا روزانه بزنن، ولی بالاخره هزینه ایه که باید بدن. مثلا من طبق تجربه خودم برای بچه مثلا 12 ساله برای افتر سکول روزانه حدود 30-35 دلار میدادم. حالا اگه مثال عددی بخوام براتون بگم، مثلا یه آپارتمان دو خوابه، آپارتمان دو خوابه توی کلگری 1320 تا 1300 رنجش اینه، حالا بالا پایین داره. ولی مثلا اگه شما بخواید یه فامیلی هاوس دیتچ پیدا کنید 2200 تا، توی این رنج باید فکرتون باشه. و اینکه بالاخره با توجه به اینکه کدوم نقطه شهر باشه، خونتون فرنیشت باشه، یوتیلیتی جزء اون رنتتون باشه، یعنی همونطور که گفتم اینا فاکتورهایی که باید مد نظر بگیرید. البته مطمئن باشید اگر تلاشتون رو بکنید تو کانادا موفق میشید. اینجا پتانسیل خیلی داره و حتی اگه مثلا نگران نباشید، به قولی سوشال سپورت هم اینجا خیلی زیاده، ولی سعی کنید تا اونجا که میتونید به امید سوشال سپورت نباشید. ولی من تو ویدیوهای بعدیم در مورد سوشال سپورت هم صحبت میکنم که نگرانی ها رو از براتون هم بین ببرم، چون که بالاخره ما هممون نگرانیم که اگر بعد از اینکه مهاجرت کنیم، اگه یه موقعی مثلا کسی رو نداریم چیکار کنیم، اگه یه کارمون گیر بیفته چیکار کنیم. من در مورد یه ویدیوهای در آینده ویدیوهای زیادی در مورد سوشال سپورت ها میذارم، چون خیلی ها وقتی که میان اینا رو نمیدونن و طول میکشه تا بشناسن و استرس زیادی رو به خودشون و خانوادهشون متحمل میکنن. حالا در ادامه یادتون نره چنل من رو سابسکرایب کنید و با من همراه باشید. و من الان در مورد هزینه های زندگی در شهر ادمونتون با تو صحبت میکنم. خب حالا میخواییم در مورد هزینه های زندگی تو ادمونتون صحبت کنیم. ببینید فرض کنید همون کاپل حالا به جایی که تو کلگری باشن برن تو ادمونتون، رنتشون یه چیزی حدود 1272 تا میشه. ببینید الکتریسیتیشون 166 تا، فون و اینترنتشون 180 تا. البته مثلا شما میتونید فونی که میگیرید پلنهای بیسیک بگیرید و یه مقدار صرفه جویی کنید، ولی بالاخره اینجا به نسبت پلنهای موبایل گرونه. حالا مثلا بعضیا میتونن فون واسه خونهشون نگیرن، کارشون رو با همون موبایل را بندازن. میگم آدم ها با همدیگه متفاوتن، ولی به هر حال این رنج هزینه ها رو بهتون میده. میبینید که دوباره هزینه های فود 754 تا و هزینه ترانسپورتیشن هم 200 تا. حالا دوباره برگردیم به مثال خانواده 4 نفره که دو تا بچه دارن. میبینید که 2150 تا واسه چارت کر در نظر گرفته و هزینه های مسکنش هم الان شده 2611 تا، فود یه چیزی حدود 1500 تا و ترانسپورتیشن 365 تا. حالا اگه من بخوام مثال بهتون بگم، مثلا توی ادمنتون
یک آپارتمان دو خوابه چیزی حدود 1300 تاست و یک سینگل فامیلی، یه هاوس سینگل فامیلی، البته میگم هاوس شما فکر نکنید یه هاوس بزرگ 200 متری، نه یه سینگل دیتچد فامیلی هوم حدود 2300 دلار تموم میشه. باز هم میگم بستگی به استاندارد آدمای مختلف داره، ممکنه که شما بتونید موقعیت های خوبی پیدا کنید، ولی هدف این ویدیو اینه که من یک آیدیای کلی به شما بدم و شما بدونید که چه چیزی در انتظارتون هستش و تصمیم های عاقلانه تر و بهتری بگیرید. خب مثلا الان میایم اینجا از روی وبسایت من سرچ کردم ببینم که قیمت خونه ها چجوریه. مثلا شما نیا کنید اینجا یه خونه ای هستش، یک آپارتمانیه در حقیقت توی یکی از مناطق خوب کلگری لیک ویو هستش، تو منطقه جنوب غربی یا ساوت وست، و اینکه مثلا یک اتاق خواب است ماهی 1083 دلار. البته فرنیشتم نیستش. ببینید عکساشو اگه بخوایم با هم ببینیم، این عکساشه، پس یادتون باشه فرنیشت نیست. یه همچین محوطه ای شما اطراف خونتون خواهید داشت. حالا اگر متراژش هم بخوام بهتون بگم، چون اینجا خونه ها بر اساس اسکوئر فیت میشه 550 اسکوئر فیت که حدود مثلا 50 متر 51 متر خودمون میشه. حالا فرض کنید همین آپارتمان یه خوابه مثلا یه 2 متر بزرگترش میشه 1118. اگر حالا شما بخواید توی همین محله توی همون ساختمون دو خوابش رو بگیرید، خب متراژش هم حدوداً بین 80 تا 84 متر میشه 1500 تا ماهی. و اینکه اینجا باید دقت کنید که خیلی وقتا که میرید شما چیز بکنید اینم نقشه ساختمونه، ببینید وقتی که میرید یه خونه اجاره کنید خیلی مهمه که به ایستگاه مترو نزدیک باشه، اگه بچه دارید به مدرسه نزدیک باشه، و اینکه باید اونجا دقت کنید ببینید که آیا تو خونه تو مثلا درایر داره، واشر داره، مایکروفر داره، یا اینکه شما آیا مثلا اگه پت دوست دارید میتونید پت واس خودتون ببرید تو خونه، یا اینکه آیا باید چقدر دیپازیت بدید، چون خیلی ها اینجا دیپازیت میگن، یعنی یه پولی و قلمبه از آدم اولش میگیرن نگه میدارن و موقعی که بخواید پاشید بررسی میکنن ببینن جایی رو خسارت زدید یا نه، اگر خسارت زده باشید از اون دیپازیت کم میکنن، چون اسمش هم دمج دیپازیته و مابقی پول رو به شما میدن. حالا اینم یه مثال دیگه، دوباره اینم ساوت وست بدنی جز مناطق خوبه، یک خوابه حدود 75 متر میشه 1254 تا، فرنیشتم نیستش، قراردادی هم که باید ببندی طولانی مدته، دقت کنید که فرنیشت نیستش و اجارتون ببینید مثلا وقتی که اجاره دارید سرچ میکنید مثلا مینویسه آیا توی اون هزینه اجارت و یوتیلیتی هست یا نه، مثلا توی این خونه هزینه یوتیلیتی شامل گرمایش و آبه، یعنی شما باید پول برق خودتون بدید، اینترنت خودتون بدید، اگه میخواید تلفن بگیرید اونم باید خودتون بگید. و چیزی که میخوام اینجا بهتون بگم، بدونید که مثلا اینا عکس ها خب بالاخره ممکنه عکس ها یه ذره جلوه های ویژه هم داشته باشه دیگه، ولی خب متراژش رو همونطور که گفتم 79 متره. حالا یه دو سه تا دیگه مثال بیارم. ببینید اینجا هم بهش میگن کاندو، ولی کاندو ها واسه خودشون کاندو فی دارن. بعد اینکه مثلا الان متراژش رو بخوام براتون بگم، البته خونه دو خوابه است، دو تا همون دستشوی داره، ماهیانه 1800 تا، این 1800 تا شامل گرمایش و آب هم میشه حدوداً 100 متر، و اینکه فرنیشت هم نیستش. ببینید حالا عکساشو اگه بخواید نگاه کنید، عکس بیرونیشه و شما باید دقت کنید ببینید که آیا مثلا اگه شما بچه دارید آیا توی مثلا خونه که میخواید اجاره کنید، بعضی هاشون فقط سینیر هاوزینگ هست، یعنی فقط بچه افراد بالغ میتونن بیان، بچه ها رو قبول نمی کنن.
مثلا اینجا یک چیز مهم دیگه ای که خیلی باید دقت کنید پارکینگه. مثلا اینجا الان اینجا آندرگراند پارکینگ داره، سال ساختش هم 1998 و چون که سرما هستش آندرگراند پارکینگ خیلی مهمه. کسایی که مثلا تو داونتاون خونه میگیرن باید بگیرن بدونن که واسه داونتاون واقعا یعنی شما نمیتونید ماشینتون رو کنار خیابون پارک کنید، حتما باید آندرگراند پارکینگ داشته باشید. و توی داونتاون اگه خونه میخواید کرایه کنید و ماشین داشته باشید باید حدودا یه چیزی حدود 100-150 تومن واسه پارکینگ روی رنتتون در نظر بگیرید. حالا مثلا اینجا توی این مجتمع اگه بخواید در نظر بگیرید، اینجا مثلا ادالتوندیه، بچه ها رو راه نمیدن، این کسایی که فامیلی باشن نمیتونن اینجا باشن. دو خوابه هستش، کلازت داره. بعد میگه که دیگه براتون بگم که و اینکه مهمترین چیزش هم اینه که تو منطقه نوردفست هستش. نوردفست یعنی شمال غربی توی کلگری، حداقل این که شهر رو به 4 تا ناحیه میشکنن: شمال غربی، شمال شرقی، جنوب غربی، جنوب شرقی. حالا این مثال هم واسه کسایی باشه که تاون هاوس دوست دارن. فقط دقت کنید ببینید از اینجایی که در هست تا اینجا خونه هستش، این خونه از یه طرف اتچت هستش یعنی به خونه دیگه چسبیده، از یه طرف نه. ببینید این الان توی منطقه نورت ایست یعنی شمال شرقی کلگری هستش، جزو مناطق متوسطه. ببینید 3 اتاق خواب داره، 1.5 حموم دستشویی داره، یعنی یه دونه حموم دستشویی داره، یه دونه دستشویی داره. متراژ کلش 110 متره و فرنیشت نیستش. چیزی که هستید که این خونه پارکینگ نداره، یعنی پارکینگ باید رو به خیابون، یعنی تو خیابون پارک بکنید. سال ساختش 2007، 3 اتاق خواب است، یعنی جنوبی خونه هستش. بعد دیش واشر داره، گاز داره، مایکروفر داره، فریج داره، فایر پلیس یا شومینه داره و اینکه پتیو داره، دک داره. حالا میخواید عکساش هم ببینید؟ البته همیشه خوبه که آدم بره، یعنی به نظر من حتما آدم باید بره خونه رو نزدیک ببینه. و چیزی که اینجا خیلی مهمه ببینید، چون به نسبت قیمتش 1475 تا، یه چیز خیلی ریزنبل و خوبیه، ولی من الان نگاه کردم دیدم که یوتیلیتی با خود شماست، یعنی حدودا واسه یه همچون خونه شما باید روی 400 تا 500 تا واسه یوتیلیتی هم حساب کنید، چون گاز دارید، برق دارید، الکتریسیتی دارید، واتر دارید، اینا همه هستش. و اینکه فکر نکنید مثلا اگر من صرف جوی کنم هزینه 500 تا رو میتونم بیارم رو 100 تا، نه همچین چیزی نیست. چون که مثلا من خودم داشتم نگاه میکردم، مثلا اگر ما ماهی 200 تا 250 مثلا 250 دلار باید مثلا برق میدیم، اگر هم خیلی صرف جوی بکنیم نهایتا ما میتونیم تا 200 بیاریمش پایین، چون خیلی یعنی 70% یا 80% هزینه برقتون هزینه های کاره اداری دفتریشه. ببینید این خونه هستش، اینم به قولی بذارید ببینم بیسمنتشه یا زیرزمینش، و همونطور که میبینید فینیشت نیستش. فینیشت یعنی مثلا کار مثلا بعضی هستن زیرزمینشون رو قشنگ موکت کردن، دیوارش رو رنگ کردن، خودش حالته یه واحد مستقله، ولی این نه فینیشت نیستش. این هم به عنوان آخرین مثال. دوباره این یه خونه آپارتمانه تو منطقه داونتاون، تو منطقه جنوب غربی، کاندو هستش، داخلش نمیتونید اسموک بکنید، پارکینگش اندرگراونده، سال ساختش هم 2000 یعنی 21-2 ساله. بعد خونه فرنیشته، به درد کسایی میخوره که مثلا یه مدت میخوان بیان کرگری، بعد کرگری برن ببینن اصلا میتونن کرگری، دوست دارن ندارن، چجوریه، یا که مسافرت میخوان بیان میتونن بیان یه ماه مثلا اینو رهنش کنن. البته ظاهرا اجاره یه ماهه نمیده، لانگ ترم میده، ولی خب اجارهش 3000 تاست و یوتیلیتی هم شامله، یعنی با این 3000 تا هزینه گرمایش، الکتریسیتی و آبه. نگاه کنید عکساشه، منطقه ساوت وست این ویو داره و اینم یکی از عکسای
قشنگ شهر کلگریه، چون از وسط شهر کلگری رودخونه میگذره و خیلی قشنگه. دو تا خوابه، دو تا حموم داره، متراژش هم 120 متره. و اینکه بهتون بگم دیشواشر داره، گاز داره، مایکروفر داره، فریج داره، دستگاه تهویه یا ایسی داره، شومینه داره، پرده یا حالا به قولی بلایندز، یعنی بالاخره پنجره هاش کاور دارن. بعد فلورش موکت داره، بالکن داره، آسانسور هست، ولی من اینجا نمیتونم ببینم که. و اینجا شما نمیتونید پت با خودتون داشته باشید. حالا نمیدونم که آیا اینجا شما میتونید طبقه چندومه رو نمیدونم، ولی کاندو هستش. امیدوارم که از این ویدیویی که گوشتم لذت برده باشید. اگه سوالی دارید بگید که من به طور خاص براتون توضیح بدم. موفق باشید. لطفاً یادتون نره که کانال من رو سابسکرایب کنید. بدرود.